درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت، تمام کسانی که علاقمند هستند به جستارهای درباره تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و آنچه که به نگاه و جهان‌بینی ایرانیان مربوط میشه. در برنامه پیشین اگر دیده باشین، به خاطر اتفاقاتی که در بر سر کردهای سوریه افتاد، ما یک برنامه داشتیم که با دکتر فریدون کریم از همتواران کردمون گفتگو کردیم درباره اتفاقات منطقه و درباره برنامه‌هایی که پشت این اتفاقات هست و نقشه‌ای که ترکیه داشت که چگونه داره نقشه‌شو در منطقه اجرا می‌کنه و اعمال وحشی که بر زنان و بچه ها و مردم بیگناه داره اونجا میره. همچنین در برنامه پیشین با مهندس مهداد قنبری از ترکیه هم گفتگو کردیم درباره نقش گلوبالیست ها در رویدادهای منطقه و سیاست هایی که پشت این اتفاقات هست و اهدافی که دنبال میشه. در برنامه امروز مجدداً با مهندس مهداد قنبری گفتگو می‌کنیم که از هموندان بسیار بسیار خوب جنبش نوزای ایرانی هم هستند و از افراد بسیار فعال و در واقع از افرادی هستند که در قسمت اتاق اندیشه یا اتاق فکر این جنبش با دیگر کارشناسان ما همکاری دارن و در نشست‌هایی که از افراد اصلی هستند که همیشه ما رو همراهی میکنن. درود بر شما مهندس قنبری گرامی، یک خوش آمدی داشته باشین تا من از شما یک پرسشی بکنم. به نام ایران زمین، درود بر شما بانو آرتمیس، درود به هممیهنان گرانقدرم و تمامی تبارهای ایرانی، در پیشگاهتون هستم. سپاسگزارم. مهتا جان، شما میبینید که در برخی از این رسانه‌های گروهی یا از به اصطلاح سوشال مدیا، جاهایی که مردم یا نظرات میذارن مثل فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام، ما متاسفانه میبینیم که یک عده‌ای از هممیهنان یا ناآگاهانه و یا اینکه شاید با منظورهای خاصی دارن از حمله در واقع ترکیه به حمله نظامی به مردم بیگانه واقعا و بیرون راندن کردها حمایت میکنن و یه دم اصلا بهانه‌شون اینه که نه، ما با کردها مشکلی نداریم، ولی اینها جدایی طلب هستند و ترکیه باید اقتدار خودشو نشون بده و باید مرزها رو حفظ بکنه و باید سرکوب بکنه این تجزیه طلبانو و یک توجیهات خیلی خیلی میشه گفت کودکانه یا حتی مغرضانه ای که در پشت کش دار جمعی و بیرون راندن و آواره کردن هزاران هزار کرد همتبار ما ایرانیانی که در واقع در اون ناحیه ها ساکن هستن، اینا در واقع همشون خب ما میدونیم ایرانی هستن و ایرانی تبار هستن، دارن حمایت میکنن از این کار. شما فکر میکنین چرا یک عده این کار میکنن و چرا این کار اشتباه هستن طور کلی؟ خواهش میکنم بانو آرتمیس، در پاسخ به این هممیهنانی که شوربختانه حمله اسلامگرایی و حرکت نئوعثمانیست اردوغان رو که در نشست قبلی مفصل بهش پرداختیم و یک حرکت ملی میدونن و اون رو تایید میکنن، باید به یه جستاری اشاره بکنم، یک کمی برگردم به گذشته تا یک مقداری حافظه تاریخی این هممیهنان احساساتیمون رو با خردشون آشنا بکنم که جستار رو بهتر بتونن درک بکنن و تمیز بدن این جستار. اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به گذشته، بر بگردیم به جنگ چالدران و شکستی که صفویان در اون جنگ متحمل شدن و منجر شد به یک پیماننامه‌ای که دولت صفویه به اون گردن گذاشت که باعث شد بخشی از ایران از سرزمین مادری، از مام میهن جدا بشه که شوربختانه قسمت اعظمش سرزمینی بود، اقلیمی بود که کردنشین بودن. کردهایی که از این سرزمین مادری خودشون با اون فرهنگ و اون انسجام فرهنگی که با بقیه ایرانیان داشتن دور افتادن و
پس از حمله تازیان تازه مسلمون به ایران، به ایران ساسانی، میشه گفتش که در این دومین باری بود که این همتواران از اصالت آریایی و سرزمین مادری خودشون دور افتادن و این مادری رو تجربه کردن. این روند جدایی همتوارای کردهای ایران قدر ما ادامه داشت تا جنگ نخست جهانی که به شکست و سرنگونی خلیفه گلی عثمانی پایان پیدا میکنه. دورانی که زمامداری برجسته و غیر قابل انکار انگلستان و فرانسه در اون دوران تأثیر به سزا و آشکاری رو به وضعیت سیاسی و جغرافیایی جهان به ویژه همین منطقه عثمانی که آزاد شده بود و تمامی ملت‌های مانند ارامنه، گرجی‌ها، کردها و عرب‌ها و بخشی از خود همین ترک‌ها که در این منطقه زندگی می‌کردند رو گذاشته بود. در اون دوران اقتدار و پیروزی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها از سوی این دوتا امپراتوری، سر مارک سایکس انگلیسی و فرانس با جورج پیکوی فرانسوی انتخاب میشن و میان در توافقی کوتاه و به ظاهر ساده در سال 1919 داستان بسیار بلندی رو آغاز میکنن به نام پیمان سایکس پیکو که 100 سال پس از گذشته اون پیمان نامه هنوز که هنوز هستش ما تأثیر مخرب و نابودگری اون رو بر وضعیت زندگی بسیاری از اقوام و ملت‌های خاورمیانه به ویژه همتباران کرد گرانقدر خودمون شاهد هستیم که تحت تأثیر این نقطه عطف یا همون پیمان سایکس پیکو قرار گرفتن. اعراب که در اون زمان قبل از این پیمان خودشون رو جانشین پیامبر اسلام میدونستن و خلیفه‌گری مسلمین رو از آن خودشون میدونستن، نه عثمانی ها، یک کینه بدی از این عثمانی ها داشتن. به همین دلیل میان و با بریتانیا علیه عثمانی متحد میشن و قول یک کشور واحد عربی رو در قبال این ائتلاف از بریتانیا میگیرن که البته بعد از پیروزی این نیروهای فاتح بر عثمانی ها از تقسیم سرزمین های تحت تصرف عثمانی که به دست این بابای پیروز میفته چندین کشور کوچیک رو به عرب ها واگذار میکنه انگلستان و مرز کشی هایی رو برای همین منظور در این منطقه به وجود میارن. اما کورت ها، عرب ها تکلیفشون روشن شد، چند تا سرزمین گرفتن تا حاشیه خلیج فارس ما میبینیم، ولی کورت ها در این پیمان نه تنها این که از ایران شهر جدا شدن، بلکه از بقیه همتبارا، همزبانها و برادرای خودشون هم جدا شدن در 3 دولت عربی و بازمانده از عثمانی ها که حالا ترکیه نامیده شد جدا شدن، پخش شدن و در واقع کردها رو بدون هیچ اطلاعی که خودشون داشته باشن هم از سرزمین مادریشون ایران جدا کردن و هم میون 3 کشور عراق و سوریه و ترکیه پخششون کردن، بدون اینکه این هم تبارای کرد ما، کسانی که به راستی اینها از اولین کسانی هستن که در این سرزمین در ایران شهر ساکن بودن و به نوعی پدران ایران زمین و تبارهای دیگه آریایی به حساب میان،
هیچ گونه سنخیت فرهنگی، زبانی، تباری، آداب و رسومی، هیچ سنخیتی با این عرب‌ها و ترکایی که باشون مخلوط شدن نداشتن و این ناهمگونی از همون روز به وجود اومد. این همون بار این هم این اتفاق دقیقاً میشه همون بار سوم که این هم تباران دردمند ما به راستی از خانه و کاشانه و فرهنگ خودشون با ستم و دست زور جهانخواری و به تفسیر امروز گلوبالیستی بیشتر از گذشته از دامان پاک مام میهن و ایران زمین دورتر و دورتر و دورتر شدن. چند سال بعد از امضای سایکس‌پیکو همون کشورهای فاتح متوجه میشن که به حق و حقوق و سرنوشت مردم کرد نگاهی نشده و به همین دلیل میان با نماینده عثمانی در سال 1920 یک پیمانی رو دوباره میبندن، متمم میشه به اون پیمان اولی به نام پیمان صلح که بر لزوم برگزاری نظرسنجی برای تعیین سرنوشت کردها در دو طرف مرزهای اون موقع عثمانی که میشد سوریه و عراق و ترکیه امروزی تأکید کردند. با همین اطمینان از این پیمان صلح از طرف دیگه میبینیم که شخصی به نام آتاتورک ظهور پیدا میکنه، میاد به پشتیبانی از کشور فرانسه و میخواد تتمه خلیفه‌گری عثمانی رو به کنار بزنه. میاد و با همتبارای کرد ما در این قسمت صحبت میکنه و نظر اونها رو جلب میکنه و اونها رو ارجاع میده به پیمان صلح که اگر بیایید با من مشارکت بکنید در جنگ استقلال و در زمان پیروزی من تمام حق و حقوق شما رو به شما برمیگردونم. بر اساس اون پیمان بین المللی میاد و یک پیمان جداگانه ایشون با همتبارای کرد ما که از همدیگه جدا شده بودن میبنده. همتبارای کرد ما در استقلال ترکیه نقش به سزایی ایفا کردن، حتی در تشکیل دولت کنونی ترکیه نقش به سزایی داشتن، اما ترکیه بعد از اینکه در سال 1923 استقلال پیدا میکنه هیچ کدوم از حق و حقوق همتبارای ما رو و قولایی که داده و پیمانهای بین المللی که هست به رسمیت نمیشناسه و یک سال بعدش در سال 1924 میان و قانون اساسی ترکیه رو پایه‌گذاری میکنن، ترکیه‌ای که در اون موقع حد دست کم 5 ملیت دیگه در اونجا زندگی میکردن. ارامنه بودند، گرجی‌ها بودند، یونانی‌ها بودند، عرب‌ها بودند و کردها بودند. اینها هیچ اشتراکات فرهنگی و زبانی و آداب و رسومی با هم دیگه نداشتن، اما به واسطه اون فتحی که عثمانی ها کرده بودن، زمین های اطراف رو گرفته بودن، کشورهای اطراف رو گرفته بودن، اینها دیگه در اونجا جمع شده بودن. اما این قانون اساسی اومد و تمام حق و حقوق این ملت ها رو مخصوصا همتبارای کرد ما رو زیر پا گذاشت و اعلام کردن که شهروندان ترکیه همه ترک هستن. حتی در مقطعی اومدن و مثل یورش تازیان به ایران زمین که در 1400 سال پیش اتفاق افتاد و در یکی دو سده نخست ایرانی ها حق سخن گفتن به زبان فارسی رو نداشتن و هر کس فارسی صحبت میکرد باهاش بسیار با شدت برخورد میکردن، در ترکیه هم یه همچین اتفاقی افتاد، کسی حق نداشت به زبان خودش صحبت بکنه و همه باید ترکی حرف میزدن و امروز هنوز که هنوز هستش به هم
تبارای کرد ما در ترکیه ترک کوهی میگن و خیلی بد اونها رو نگاه میکنن. این اتفاقات میاد تا جنگ جهانی دوم شکل میگیره. جنگ جهانی دوم به بعد توازن قوا تغییر میکنه. انگلستان و فرانسه که در قبل ابرقدرت بودند و قدرت نخست دنیا بودند میان و جای خودشون رو به آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی میدن. سازمان ملل شکل پیدا میکنه، شرایط جهانی تغییر پیدا میکنه، منشور حقوق بشر نوشته میشه و همتبارای کرد ما یه مقدار خوشباورتر میشن که خب حالا این تغییرات به وجود اومده و ما میتونیم بر اساس پیمان صلح و پیمانی که با آتاتورک داشتیم بیایم و حقی رو که امضا کردن و امضا کردیم رو پس بگیریم. در اون زمان سیستم تک حزبی آتاتورک هم تغییر کرده، سیستم خودش رو به چند حزبی داده و میان یک حزب تازه تأسیس در ترکیه پایه‌گذاری میشه به نام DP یعنی دموکرات پارتی و در انتخابات سال 1950 میاد با وعده و وعید دوباره با کردها صحبت میکنن و میگن که شما بیاید به ما رأی بدید و ما بعد از اینکه به قدرت رسیدیم دیگه سیستم اونجوری نیست، شرایط جهانی تغییر کرده، ما تمام وعده ها و پیمان هایی که هستش به شما برخواهیم گردوند و شوربختانه این اتفاق باز نمیفته با وجود اینکه 85% کرسی های مناطق کردنشین اون زمان به DP رأی میدن، اما باز این اتفاق نمیفته و برای چندمین بار هستش که پیمان شکنی میشه. و از طرف دیگه ترکیه در سال 1952 دو سال پس از اون آخرین عهد شکنی که ترکیه داشته به همتبارای کردما در اون منطقه، در سال 1952 ترکیه میاد به ناتو ملحق میشه و دیگه خیالش راحت بوده چون در جزء ناتو هم هستش، آمریکا هم طرفداری میکرده از اعضای ناتو، اینه که در سرکوب کردها هیچ چیزی فروگذار نکرده و کم نگذاشته. اما در این قسمت ما میایم میبینیم که بعد از اینکه کردهای همتبار ما ناامید میشن از این وضعیت، میان و شروع میکنن به اپوزیسیون سازی در برابر دولت ترکیه و در اون زمان آمریکا رو که گفتیم در حمایت از ناتو بوده، قوای دیگه، نیروی قدرتمند دیگه اتحاد جماهیر شوروی بوده و اتحاد جماهیر شوروی میاد به بهانه اینی که شما کردها عقب ماندگی اقتصادی پیدا کردید در کشور ترکیه و توسعه ناموزون بوده، شما تحت تبعیض هستید، که حالا به راستی واقعا اینها بوده اما از این نقصان ها سود میبره اتحاد جماهیر شوروی و میاد افکار چپ و وارد منطقه کردنشین میکنه. در اون لحظه حزب کارگران کردستان تأسیس میشه بر اساس همین اتفاقی که میفته و به عنوان اپوزیسیون ترکیه تا امروز داره مقابله میکنه و دادخواهی میکنه. اما در واقع مرتضی جان ببخشید، در واقع مرتضی جان این اتفاقی که افکار چپ اومد پس از جنگ جهانی دوم و جهان رو گرفت فقط محدود به ترک و کردای ترکیه و
سوریه حالا و جاهای دیگه نبود. در واقع خیلی دسته دسته اگه یادتون شما باشه در پیش از انقلابم این افکار چپی رو به شدت بین جوانای ایرانی رواج میدادن و تبلیغ میکردن و حتی تو خود آمریکا اصلا اون برنامه‌های هیپیزم و اینا که راه افتاد و اندیشه‌های چپی که اومد و مردم شروع کردن به چپگرا شدن در تمام جهان یه اتفاق جهانی بود، برای که یه اندیشه نو اومد، اندیشه مارکسیستی اومد و مردم فکر میکردن واه حالا دیگه همه تئوری‌های قبلی رو این میزنه کنار رو الان دیگه حقوق کارگران داده میشه و حقوق مظلومین داده میشه و ملت زحمتکش به حقوقشون میرسن و عملا دیدیم که خب همچین چیزی نبود و بعد به مرور رنگ باخت. منتها در قسمت‌هایی از جهان مثل خود افغانستان کنونی یا در بین کردها یا حتی خیلی از جاهای دیگه که شما می‌بینید تو کشورهای غربی این اندیشه‌های چپی موند برای اینکه اون اقلیت باز به حقوقش نرسید همیشه. یعنی در جاهای دیگه که شما می‌بینید اندیشه‌های چپی به عقب رونده شد و از بین رفت، برای اینکه به مرور بی حاصلی این که ثابت شد و خود اتحاد جماهیر شوروی که از هم پاشید، قولشون که به اصطلاح آموزگارشون که از هم پاشید، خیلی دیگه اندیشه رها کردن. در جاهای این اندیشمون که بسته تر بودن و همچنان تحت ستم تر بودن به نظر میرسه. ببینید بانو، من اشاره کردم، یعنی من اینو تقصیر کردهام نمیبینم، میدونید اینا مجبور بودن برای اینکه خودشونو نجات بدن یه راه فرار پیدا کنن و چون راه بهتری کسی در اختیارشون نذاشت و ایران هیچ وقت دست حمایتی پشت این کردها قرار نداده بود که بگه آقا جون همه کردهای جهان هر جایی که هستین اگه بهتون ستم میشه برگردید به سرزمین مادری، ما شما رو با آغوش باز پذیراییم، اینجا میهن هستیتون، اینجا مام میهنه، برگردید به کشور. ولی چون هیچ وقت این کار انجام نشد متاسفانه این کردها بی پناه باقی موندن، چه در سوریه، چه در عراق، چه در ترکیه، و ناچارن چسبیدن به یه اندیشه‌ای که اینا رو یه جوری خوراک فکری بده و موتیویت کنه، برانگیزانه. ببینید وقتی که کردها با اون فرهنگ و اون آداب خودشون در بین عرب‌ها گیر میکنن، عرب‌هایی که فرهنگ اسلامی رو داشتن، این یه واکنشه، یه واکنشه به عنوان یه پادزهر اومدن ازش استفاده کردن. اون موقع هنوز فرهنگ ایران شهری، فرهنگی که امروز رشد کرده به نوزایی داره میرسه، شناخته شده نبود، حتی در خود ایران هم شناخته شده نبود. اون زمان قحط و رجال بود واقعا، یعنی اگر بود انقلابی در کار نبود. بله واقعا ما معدود اشخاصی رو داشتیم در اون زمان مثل کسروی باشن، مثل آخونزاده باشن، مثل کرمانی باشن، ما معدود داشتیم، هدایت باشن نداشتیم، بله قحط و رجال بود، کسی نمیشناخت فرهنگ ایران شهری رو. اونا اینقدر انگشت شمار بودن که به این عده اسلام زده عوام نمیتونستن چیرگی داشته باشن، حرفشون راه به جایی نمیبرد، میکشتنشون یا خودشون رو میکشتن. از یک طرف میان میبینن که آمریکا توازن قدرت هم به هم خورده دیگه، انگلستان و فرانسه نیستن که اون اهدامه سایکس پیکو رو امضا کردن، الان شده آمریکا و شوروی، در سخنانم عرض کردم آمریکا که رفته به پشتیبانی ناتو، ترکیه که جزء ناتو هست، پس راهی نداشتن، مجبور شدن به قدرت دیگه جهانی دستشون رو دراز میکنن کمک بخوان، و اون قدرت جهانی شوربختانه قدرتی بوده ایدئولوژیک، یک حکومت ایدئولوژیک و کمونیست با افکار چپ اومده رخنه کرده. اینها خب در اون فضای اسلامی گیر کردن، یک پادزهر خواستن از خودشون ترشح بکنن بر اساس همون نیازهای فرهنگی که داشتن، اینه که ناخودآگاه کشیده شدن به اون سمت. اما در نشست پیشین عرض کردم بانو، امروز فرق کرد، ایران شهر به نوزایی رسیده، امروز همتبارای کرد ما از اون افکار چپ رها شدن، رها کردن خودشون، فرهنگ خودشون و ریشه خودشون رو پیدا کردن. عرض کردم نشست قبلی اومدن یک جمعیت بسیار بسیار زیادی، اومدن یک جمعیت به نام آریان نیشنز رو تشکیل دادن، بعد از اینکه با جنبش رنسانس ایرانی آشنا شدن، اینا همگی به ریشه و هویت خودشون برگشتن. ببینید شما صحبت خیلی خوبی داشتید، سخن خیلی خوبی داشتید نشست پیشین، گفتید این برگشتن به زرتشتی شدن
از لحاظ دینی نیست، از لحاظ فرهنگی به ریشه خودشون برگشتن. ما وقتی صحبت از ایران شهر میکنیم، زرتشت رو به عنوان اندیشه نیک ایران شهر ما میشناسیم. فردوسی رو وقتی ما پاس میداریم که ما خودمون رو فرزند فردوسی میشناسیم، به عنوان گفتار نیک ایران شهری میشناسیم. و اگر به کوروش بزرگ ارج گذاری میکنیم، ایشون رو به عنوان کردار نیک ایران شهری نگاه میکنیم. پس وقتی که ما اعلام میکنیم به زرتشتی شدن و برگشتن به ریشه و فرهنگ و به دامان مام میهن برگشتن، صرفاً سخن مذهبی و یا دینی نیست، سخن این هستش که به دامان ایران شهر برگشتن. وگرنه ما در جنبش نوزایی همبندایی داریم که یهودی هستن، همبندایی داریم که مسیحی هستن، همبندایی داریم که آتئیست هستن، همبندایی داریم همینطور که همبندایی داریم زرتشتی هستن. پس ایران شهر متعلق به تمام اندیشه‌ای هستش که ایران شهری فکر بکنن و در این چهارچوب باشه. بله، خوشبختانه امروز دیگه این همتبارای کرد ما به این مسئله پی بردن و برگشتن. اما اگر بخوام تکمیل بکنم پاسخم رو به این هممیهنان و پرسش شما رو که پرسید که این هممیهنان چرا هست، اینجوری هستش، با توجه به این تاریخچه‌ای که عرض کردم، باید یک مطلبی رو افزون بکنم و اون اینه که امروزه ساختار و شاکله کشورهایی مثل ترکیه و سوریه و عراق و افغانستان و همین کشورک های عرب نشین حاشیه خلیج همیشگی فارس و به طور کلی تمام کشورهایی که پس از پیمان سایکس پیکو و لوزان و سور به وجود اومدن، اینا هیچ کدوم ساختار ملی ندارند، بلکه دقیقا از زمان تأسیسشون که کمتر از 100 سال یا نزدیک به 100 سال هست، اینها بر اساس قومی قبیله‌ای تشکیل شدن. اصلا اینا کشورهای هند میدن، به اصطلاح دست سازن. مثل اینکه شما یه لگو رو بردارین بچینین کنار هم، از جاده درست کنین، خیابون درست کنین. اینا رو در واقع اومدن این نقشه‌ای که با دست بکشن و درست بکنن کشور واقعی نیستن. کشور واقعی اگه ما می‌خوایم بگیم، یه کشوری مثل مصر، یه کشوری مثل چین یا مثل ایران، کشوری که به طور طبیعی از درازای چند هزار سال خودش شکل گرفت، نه اینکه یه عده بیان جمع شن میگن حالا از امروز اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه، شما هم اسمتون اینه، شما هم فامیلتون اینه، شما هم قوم و قبیلتون این میشه، دینتون هم اون باشه. اینا دقیقا کشورهای هند میدن، دست سازن و این کشورها هیچی برای افرادشون نمیتونن تامین بکنن. منتها یه تفاوتی مقدار جان وجود داره بین کشورهای، یعنی بین ما و کشورهای دیگر خاورمیانه. کشورهای دیگر خاورمیانه اگه راستشو بخواین، مثلا خود عربستان یا خود امارات، اصلا در تاریخ پیش از اسلام چیزی ندارن. یعنی اینا همه اون چیزی که به عنوان هویت ملی میدونن، هویت فرهنگی اسلامی است. و چون اینها با اون اسلام شدن قدرتمند در جهان و رفتن حمله کردن و کشورگشایی کردن، برای ملت عربستان و امارات، کسایی که واقعا طبیعتاً عرب بودن، اسلام اصلا یه چیز بدی نیست، تمام چیزیه که در دستشون دارن به عنوان هویت ملی. و برای همین این برای اونا یه حالت تحمیل نیست، ولی برای ماها که خودمون یه ملت بودیم، خودمون یه فرهنگ داشتیم، خودمون زبان داشتیم، خودمون اندیشه داشتیم، خودمون همه چیز به جهانیان ارائه میدادیم، همه اختراعات و اکتشافات جهان قدیم از ایران در میومد. اصلا اینو من بگم بانو، بیچارگی ما از زمانی شروع شد که اومدیم بین یک مشت قبیله و قوم عقب افتاده بداندیش و کجندیش تمدن به وجود آوردیم. دقیقا میان یک عده کجندیش، بی تمدن، وحشی، قبایل وحشی، ایران رو اگر نگاه بکنید در قبل از هجوم تازیان به ایران نگاه بکنید، ببینید که تنها تمدنی که وجود داشته تمدن بیزانس بوده و تمدن ایران. حالا ایران هم دقیقا مرکز همین بی تمدنی ها بوده که ایران تمدن ساخته. یعنی بیچارگی ما اینجا شد.
بقیه همه هجوم آوردن، حتی ایران به عنوان بهش میشناختن. به هر روی اینم گفتم که اینو عرض بکنم، به ویژه این صحبتی که شما انجام دادی، ترکیه است، یکی از همین کشورهایی که ازش گفتی ترکیه است. کشورهای دستساز، هند مید. واقعا کمتر از یک قرن هستش که به دنبال یک ملت سازی هست، یک هویت سازی هست. حالا این هویت سازی و این ملیت سازی رو میخواد چجوری درست بکنه؟ میاد جعل میکنه، سرقت میکنه تمام چهره ها، تمام نخبه ها، تمام نمیدونم فرهنگ کشور ما، کشورهای دیگه، یونان، از هر جا سرقت میکنه میاره به عنوان هویت خودش میخواد معرفی بکنه. اونجایی هم که نتونه هویت سازی بکنه با جعل و با سرقت، میاد نسل‌کشی میکنه، همونجوری که از ارامنه نسل‌کشی کرد، همونجوری که داره از همتبارای کرد ما نسل‌کشی میکنه، و حتی در نظر نگرفتن چند ملت دیگری که در ترکیه دارن زندگی میکنن. یک کشور جوان صد ساله چند قوم و قبیله‌ای و چند ملتی که در پی ساختن یک ملت به نام ترک بوده، که حتی ساختن حروف الفبا هم 100 ساله شروع کرده. اصلا اینا نام خود ترکیه ایرانیست. ببینیم ترک از ترک یا ترک، ترکای قسم یک بخش از ایرانیانی بودن که در آسیای میانه زندگی میکردن. اونایی که بعداً از بالای سیبریا اومدن، زرتوستایی که اومدن و ایرانی‌ها از محل رفتن، نام افراد ایرانی که اونجا بودن، ترک همون تورج هم که می‌بینید، نام کاملاً ایرانی است. اونا به خودشون گفتن ترک. اون قبایلی که از بالا اومدن، زرتوستای بالای سیبریا که بعداً در مناطق مغولستان اونجاها ساکن شدن، اونها خودشونو ترک به نام افراد قبلی که اونجا بودن نامیدن. ایم که اصلا پسفند ایرانیه، مثل سهمیه، ایه واژه‌ای است که پسفند سازیه، جز پسفند سازی های ایرانی. ترکیه نامش حتی ایرانیست. ولی برای من جالبه که یه عده‌ای از ایرانیای درون ایران که فقط زبان ترکی دارن صحبت میکنن، هنوز این بیسیک رو نمیدونن، این چیزای پایه‌ای رو نمیدونن که بابا ما ترک نیستیم، ما ترک زبانیم. در خود ترکیه هم همه ترک نیستن، یعنی آسیای میانه ای نیستن. یونانی همونجوری که گفتین دارن، عرب دارن، از فنیقی های سوریه اونجا هستن، از افرادی که در اصلا کلن اون آرامی ها، اونا افرادی که جز افراد آرامی در اون قدیم بودن، اون قوم اونجا هستن. اصلا شما اگر رگ و ریشه یابی بکنید، ترکیه یه ملتینگ پاته، یه به اصطلاح چی میگن؟ چند ملیتیه. چند ملیتی است، یک آش هفت منجوشه در واقع. و اصلا شاید یک عده بسیار کمشون اگر ردیابی ژنتیکی بکنین آسیایی هستن، که چشماشون هم کشیده تر و اینا. وگرنه شما اکثر هنرپیشه‌های ترکو که میبینین اصلا یونانی تبار، بلغاری تبار، یعنی کشورهای دیگری هستن که اونجا اومدن ساکن شدن و الان دیگه زبانشون ترکیه و چند نسل اونجا ترکیه، تو ترکیه دارن به دنیا میان. خیلی جستار جالبه مهرداد گرامی. من فقط یک نکته ای هم اینجا در پایان این برنامه، ما 5 دقیقه وقت داریم، درباره این رشد اسلامگرایی و اهدافی که خود این اردوغان در واقع سردستش شده و دنبال میکنه و کارهای بسیار خطرناکی که اینا دارن، زیر زیرکی، الان یکیش علنی شد که حمله به کردها در سوریه است، ولی اینا زیر زیرکی در حال تقویت اماکن اسلامی و اسلامگرایی و مخارج هنگفت خرج کردن در جهت گسترش به اصطلاح این اسلام خیلی خشونتبار. حالا اسلام کلش خوب نیست، ولی یه قسمت به اصطلاح مسلح، خشونتبار، میلیتاری گونه یا شبه نظامی گونهش هم هستن. اینم لطفا یه توضیح کوتاه 5 دقیقه‌ای برام بدید. خواهش می‌کنم. بانو اگه اجازه بدید من این چند دقیقه باقی مونده رو اون پرسش رو تکمیلش بکنم، پاسخو به اون پرسش که مونده، چون هممیهنا کاملا با این جستار آشنا بشن، این تاریخچه‌ای که گفتیم. پس من میخوام اینو بگم، با تمام این صحبتهایی که کردیم تو این 40 دقیقه، ایران هیچ ربط و شباهتی به بقیه منطقه به طور مشخص، کشورهایی که
کردنشین دارن، مثل ترکیه، عراق و سوریه نداره، هیچ ربط و شباهتی با این سه تا کشور ایران ندارد دوستان. در نتیجه نمیشه فرمولی که برای ترکیه و عراق و سوریه نوشته میشه برای ایران هم نوشته بشه، یا برای ایران نوشته میشه برای اون هم نوشته بشه. نمیشه، جواب نمیده. هر چیزی اون منطقه خاص خودش رو میخواد. همونجوری که یه عده‌ای میگفتن ایران قراره بشه سوریه و ما میگفتیم تفکر ملی و غیر قومی قبیله‌ای، تفکر یک ملت یک کشور برای ایران داشتن هر چقدر مشروع و منطقی و اصولی و شایسته و بایسته هست که ده ها هزار سال هست در خارج از ایران، افغانستان باشه، ترکیه باشه، سوریه باشه، عراق باشه، امارات باشه، قطر باشه، همین کشوری که قومی قبیله‌ای هستن، در بهترین شرایطش نشدنی هست و در بدترین حالتش من پوزش میخوام اما احمقانه است. درست. یعنی این که اصلا کسایی که میان و حمله ترکیه به کردهای همتبار ما رو که بارها و بارها گفتیم آقا یک حرکت نژاد ستیزانه است، یک حرکت اسلامگرایانه است، یکی از نشانه های اسلامگرایی کرد ستیزی هست، نسل کشی کردها هست، نسل کشی غیر مسلمانان هست، تبعیض هست، به ویژه یک رزمایش علیه فرهنگ زرتشتی، فرهنگ ایرانی. این موضوع خیلی مهمه. من حتی میبینم به زرتشتی بودن این کردها حمله بکنن ایده از همین ایرانی ها که نه اینا زرتشتی نیستن، اینا انحراف دارن در دین زرتشت. بابا اینا رو شما مگر زرتشت هستید که تشخیص میدید اینها انحراف دارن یا ندارن؟ بعدم اصلا اینا بیچاره ها یه آدم های هستن که حتی به بدیهی ترین وسائل زندگی دسترسی ندارن. اگر هم اینا بدآموزی هایی براشون شده، درست حسابی اونجوری که باید پایه و بنیادی آموزش ندیدن، این تقصیر خودشون نیست. اینا غذا ندارن بخورن، سقف ندارن بالا سرشون، آموزش و پرورشی وجود نداره، دارن هر دقیقه اساسشون رو پولشونه، از این ور میریزنشون بیرون، از اون ور میکشنشون. چه انتظاری دارین آخه شما که همه چی رو ایراد میگیرین؟ حتی من دیدم میگن اینا زرتشتیاشون هم ما قبول نداریم. نه، اینا زرتشتی نیستن، بذار بکشنشون. بر روی ولو اینکه کافرم که باشن از لحاظ دید مسلمانی، ولو اینکه آتئیست باشن، یک انسانن. من نمیدونم ما رو چی شده در مقابل همتبارامون، ما میایم هنوز اون اندیشه های اسلامی در رگ و پی ما وجود داره، اون تبعیض قومی، اون تبعیض عقیدتی، ایدئولوژیکی و دینی مذهبی هنوز در رگ و پی برخی از این ایرانیان شوربختانه وجود داره. به هر روی من اینم عرض بکنم به عنوان کسایی که این کار غیر انسانی، ما اصلا مسلمانی و مسلمانگرایی و زرتشتی و ستیز ادیان رو بذاریم کنار، ستیز فرهنگ رو بذاریم کنار، کسایی که میان این کشتار بیرحمانه رو، کسایی که زن و بچه هستن، بیدفاع هستن، غیر نظامی هستن، میان با اون بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های خوشه‌ای رو کی استفاده می‌کنن؟ برای کشتن افراد استفاده می‌کنن، برای تخریب که استفاده نمی‌کنن. کسایی که میان یه همچین حرکتی رو ملی می‌کنن و در پشت این حرکت ملی دفاعی که از ترکیه می‌کنن، میان میگن خوب کاری کرد، زهر چشم کردای ایران هم گرفت تا اونا به فکر جدایی نباشن. ضمن اینکه من به شخصه این سخنان این کسان رو رد می‌کنم و هیچ گونه شباهتی با تمام این صحبت‌های 40 دقیقه‌ای که با هم دیگه داشتیم، هیچ گونه شباهتی در دفاعی که دارم از همتباران کرد سوری و زرتشتی خودم می‌کنم، با تفاوتی که داره با برخی از احزاب جدایی‌خواه و مردود شده کردنما که درون ایران هستن، مانند گروه پژاک، مانند حزب کومله و یا حزب دموکرات کردستان ایران، هیچ شباهتی نمی‌بینم. بلکه هر گونه حرکت مسلحانه، هر گونه حرکت ایران ستیزانه در راستای جدایی خواهی هر گروه، هر دسته، چه کرد باشن، چه کرد نما باشن و چه پان عرب باشن،
و یا همین پانترکای نادانی که در این حمله ترکیه و این کشتاری که از انتبارای ما داره میشه، ایران ستیزی خودشون رو بارها و بارها دارن توی فضای مجازی با نمایش پرچمای ترکیه و پوستر و پوستای از این نسل‌کشی دارن میکنن و خوشحالی میکنن در پشتیبانی این خونخاری و خونریزی نئوعثمانیسم و اسلامگرا محکوم میکنن و با تمام قدرت و نیرو خودم و تمام هموندهای جنبش نیروی نوزایی ایرانی در جلوی هر حرکت ضد ملی میهنی ایرانی و این پانهای نادان با تمام قدرت خواهیم ایستاد. فقط من بگم که تمام اینها رو جواب داده، میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن درسته. ارزشمندی میشه که شوربختانه یا از روی نادانی یا از روی ناباهی یا از روی بغض و قرض میان و میگن ترکیه خوب کاری کرد، کردها رو میزنه چون اونا تجزیه طلبن، جدایی خواهن. پس این فرمول هم برای ماست. ما تمام این بحث رو کردیم که بگیم این فرمول ایران، ایران کشورهای دیگه به پای ایران هم نخواهن رسید، پاینده ایران. سپاسگزارم ازتون مهداد گرامی و امیدوارم که در جستار بعدی، حالا اولین فرصتی که ما بتونیم یک برنامه آینده داشته باشیم با هم، درباره این اسلامگرایی روبه رشد ترکیه و تغییراتی که دارن ایجاد میکنن متاسفانه صحبت بکنیم و امیدوار هستم که همه همتواران کرد ما در هر جای جهان هستن تندرست باشن و اینو همیشه بدونن که ما میهن فقط ایرانه برای اینها و از هر جای جهان در فردای آزاد ایران اینها باید بتونن برگردن به میهن اصلی و به کشور خودشون و در ایران در صلح و آرامش و امنیت و حمایت دولت زندگی کنن. سپاسگزارم و تا برنامه آینده، خدا نگهدار.